سلام آقای مستقاسی، خوبین شما؟ به نام خدا، الحمدلله. سلام عرض میکنم. اگه حرفی دارین ابتدا بفرمایید. همین سلام و عرض ارادت خدمت شما، برنامه‌تون و بینندگان گرامی. آقای مستقاسی، ما تو این برنامه درسته که میخوایم به بحث مدیریت فرهنگی این 38 سال بعد از انقلاب بپردازیم، اما قبلش راجع به خود افراد و تاریخ شفاهی خودشون کمی حرف میزنیم. شما دهه 70 تو هفته نامه سینما بودین، اوایل دهه 70، با آقای جیرانی، غلامرضا موسوی، آقای حمید نعمت الله، پیام فضلی نژاد و خیلی های دیگه. وقتی اسما رو نگاه میکنیم یه نمه انگار عجیب، این اسما کنار هم انگار گرایش سیاسیشون الان وقتی نگاه میکنیم خیلی با هم متضاده. الان مخصوصا که تو مطبوعات شما میدونید یه جریان کامل این ور، مثلا کیهان کامل آدم ها یه دستن و روزنامه خود آقای جیرانی که الان دوباره در اومد سینما، آدماش کاملا یه دستن و یه فرم دیگه ای هن. چی میشد که اون روز شما کنار هم مینشستید و حرف میزدید و با هم میتونستید کار کنید، ولی الان اصلا و ابدا چنین اتفاقی تکرار نخواهد شد؟ خب اون روز به این صورت امروز مسائل سیاسی حالا افراطی مطرح نبود، یعنی به این صورت به قول معروف مردم سیاست زده نبودن. حالا مثلا بخش رسانه، حالا مردم که نگم، بخش رسانه به این صورت سیاست زده نشده بود. و یکی دیگه این که من به نظرم این آدمایی که شما فرمودید، اینها الان هم همچنان چندان موضع سیاسی خاصی ندارن، یعنی هنوز هم اینا میتونن در کنار هم باشن و کار بکنن. چرا این اتفاق نمیفته؟ خب الان اون موقع فرض کنید شما دو تا مجله سینمایی بود، الان شده ده ها مجله سینمایی به علاوه هزاران به اصطلاح سایت های خبری و فضای مجازی. اینا دیگه مسئله به این صورت شده که خیلی گسترده شده و خیلی آدم های دیگه اومدن تو میدان که در واقع هر کدوم از این آدم ها، حالا به جز شخص بنده، برای خودشون دیگه یه گرده ای دارن، یک به اصطلاح گروهی دارن و به این صورت شده. شما الان با اون بچه ها هنوز در تماس هستیم، با بچه های هفته نامه سینما؟ خب هر موقع که دست بده، خب میدونید خیلی دیگه هر کدوم به یک راهی رفتن. الان خب حمید نعمت الله فیلمساز شده، عرض کنم که برخی دیگه نیستن الان توی کشور، برخی دیگه به مراحل دیگه. خب هر جا که پاش بیافته، مثلا تو جشنواره فرش خب میبینیم و همون دوستی های سابقه برقراره، اما خب دیگه هر کس در واقع عرض کردم مثل چجوری بگه، آدم وقتی که یک مقدار میمونه، خب حالا بگیم حالا ریشه یا بیشتر گسترده تر میشه، خودش برای خودش دیگه یک فضایی ایجاد میکنه. اون موقع این کوچیکتر بودن، حالا این فضایی که میخواستن در کنار هم راحت میتونستن جایی بگیرن. شما چقدر تغییر کردین نسبت به اون سعید مستقاسی اوایل دهه 70؟ خب به هر صورت آدم ها تغییر میکنن. خب تو این مدت به دلایلی که ما به هر صورت درگیر شدیم تو کارهای پژوهشی و تحقیقی، خب بنده حالا قبل از دهه 70 از سال 63-64 توی مسائل پژوهشی و تحقیقی خصوصا راجع به تاریخ انقلاب بودم که ما برای انتشارات سروش، همینطور دفتر حفظ آثار نشر امام، کتاب در آوردیم، مطلب دادیم. ولی خب از تو این سالها خیلی ما درگیر تحقیقات رو، خصوصا به دلیل اینکه تو کار مستند مجبور شدیم که بریم راجع به یک سری مقاطع تاریخی، یک سری پدیده‌های تاریخی مطالعه کنیم، بخونیم. یعنی در واقع میشه گفت چند کورس و چند ترم دانشگاهی این بود که خب خیلی بهمون اضافه شد، زمینی که فهمیدیم بازم هیچی نمیدونیم. یعنی در نهایت خب این افزایش اطلاعات تاریخی و عرض کنم که اجتماعی و فرهنگی اینها باعث شد که یه مقدار دیدگاه‌ها فرق بکنه به هر صورت، و این فکر کنم برای هر کسی دست بده. و باز هم همچنان به نظر خودم هنوز خیلی نیاز به دونستن و جمع‌آوری اطلاعات داریم. از این جهت من این رو گفتم چون ما در طی مدت، حالا فرمودید تاریخ شفاهی، حالا شاید تو سوال بعدی باشه، خب حدودا ما آماری که داده بودم حدود ما 5000 دقیقه فیلم مستند تاریخی ساختیم، یعنی حدود 15 سریال مستند که اینا همش در واقع تاریخی بود، تاریخ ایران، جهان، سینما. عرض کنم که راجبه اشغال ایران، راجبه مصر، راجبه جاهای مختلف. خب این باعث شد که ما خیلی کتاب ها ورق بزنیم، با صدها کارشناس درگیر بشیم. خب اینا همش بیشتر از این که ما ارائه بدیم در واقع به خودمون اضافه شد دیگه. اینها همین تغییراتی که میگید، تغییرات فکری و نگاهی، از اینجا ناشی میشه.
شما اون زمان کلن نگاه سیاسی آدم ها اینقدر شفاف بود و فضای مطبوعات، اصلا فضای هفته نامه سینما یا اصلا روزنامه ها مجلات اون موقع اینقدر سیاسی بود که الان هست؟ اصلا یعنی اصلا حتی من خدمت شما عرض کنم که تا قبل از سال 88 حتی، یعنی من الان ما سال 87 توی مثلا شورای مرکزی انجمن منتقدان به تو خود انجمن خیلی ها بودیم از همین بچه ها، اصلا این چیزا نبود. یعنی حتی توی اون سالها که مثلا دوره به اصطلاح اصلاحات پشت سر گذاشته شده بود، باز تو اون سالها به نظرم یک دوران آرامشی بود که همه میتونستن، خیلی میتونستن در کنار هم باز باشن. در همون سال مثلا 87 86 اون سالها دلیل این شکل گرفتن این فضای دو قطبی، این شکاف، این جدا شدن جزیره ها از هم به نظر شما چیه؟ این برمیگرده به نظر من چون بیشتر تو فضای رسانه ها و اینها بیشتر بروز میکنه. بله، تو مطبوعات و رسانه. به نظر من مجموعه از حوادثی که تو این سالا اتفاق افتاد که بیشترم توی رسانه ها بود، یعنی در واقع خروجیش از رسانه ها بود، حالا یک سری رسانه های خارجی، یک سری رسانه های داخلی، خب طبیعیه وقتی که اینها تو این فضا بیشتر نمود پیدا کنه بیشتر اثرش رو تو همین فضا بذاره و شاید بیشتر ما بیرون زیاد اثرش رو نبینیم. یعنی یک جایی بود که چند وقت پیش که تلویزیون یک تیکه گزارشی بود از آدمایی که کنار ساختمان شورای نگهبان بودن که آقا اصلا شما میدونید مثلا شورای نگهبان اینجا آقای جنتی کیه فلان، یعنی این مثلا فرض کنید شخصیت مثل آقای جنتی که اینقدر باعث چالشه بین همین دو قطبی که شما میفرمایید، اصلا برای مردمی که بیرونن مثلا نمیشناسن خیلی ها، یعنی اصلا مسئله شون نیست، یعنی مردم هنوز کنار همن. آره، یعنی مردم همینطوره. آره، همینه که شما در خیلی ماجرا میبینید که باز این مردان کنار هم. این فضا متاسفانه در اون یک سری رسانه ها، اونم به دلیل همون اینکه این رسانه ها میدونه این نزاع بوده و هست بیشتر، و همین نظرم باعث این قضیه شده. شما نمیپسندین پس این فاصله رو؟ نه به هیچ وجه. یعنی اصلا به نظر بنده اختلافی نیست، یعنی همش اساسش به نظر بنده سر یک سری عدم آگاهی هاست. یعنی خود بنده مثلا 10 سال پیش به دلیل عدم احاطه به برخی مثلا اطلاعات و مسائل تاریخی و غیر تاریخی اینها، خب به دلیل ندونستن ها یک سری قضاوت هایی داشتن. خب وقتی آدم این رو بدونه اون قضاوت حالا که پایه درستی نداشته اصلاح میشه. یعنی به نظر من فضای رسانه امروز ما بسیار فضای ژورنالیست از نوع زردشه. یعنی اینکه من خاطرم هست در همون سالهای دهه 70 مثلا تو مجله سینما ما برای یه گزارش شاید چقدر وقت صرف میشد، چقدر مطالعه میشد. همین آقای فضل نجات که فرمودید گفتگوهایی که میگه برای هر گفتگو شد مثلا ده ها کتاب مطالعه میکرد. خیلی عجیب غریب هم بود اون گفتگو. تو برون گفتگو رو انجام بده. باقای خلخالی صانعی. خیلی دیگه. و حالا شما مثلا میبینید که بیشتر کپی پیست شده و تولید خبر به زور شما باید یک کسی رو را بندازی که تولید خبر کنه، یا یک سری همینطور تکرار میشه اینها. مثلا یک سری گفتگو در یک سری نشریه همینطور تکرار میشه مسلسلوار. یعنی در واقع ما تولید رسانه‌ای به اون صورت نیست، یک جور فضای ژورنالیسم زرده که این ژورنالیسم زرد خود به خود این فضای دو قطبی چند قطبی رو میطلبه. یعنی اگه این تو اینجا نباشه مثلا قرمز و آبی میشه، قرمز و آبی نشه یه چیز دیگه میشه. یعنی این فضاهایی که متاسفانه در اثر همین عرض کردم کمبود اطلاعات و یک فضایی که کمتر آدم ها رو به سمت مطالعه و به اصطلاح تحقیق و پژوهش سوق میده، در اصل فضای رسانه فضای تحقیق و پژوهش باشه که متاسفانه نیست. شما دهه 60 که گفتین توی زمینه تاریخ انقلاب پژوهش میکردین و دهه 70 که وارد سینما جریان رسانه سینما میشین، اون موقع کلن نگاهتون، حستون نسبت به مدیریت سینمای اون دوران چی بود؟ مدیریت آقای حالا فارابی، آقای بهشتی، سینما آقای انوار و حوزه آقای زم. من تو اونجایی که تو ذهنم هست علیرغم توصیه‌هایی که مثلا تو مجلات میشد که آقا مثلا زیاد تون انتقاد نکنه، ما همیشه منتقد بودیم. یعنی گفتگوهای متعددی خود شخص بنده دارم مثلا با آقای بهشتی، با آقای هیدریان در دورهای مختلف، با آقای داد، مرحوم داد، همیشه ما یک چیزایی میگفتیم که وجود نداره. همیشه انتقادمون به سینما اینکه چرا حالا مثلا سینما استاندارد نیست، چرا به سمت استاندارد بودن نمیره، هر پدیده‌ای باید یک استانداردهایی به هر صورت داشته باشه. بحث ما همیشه این بود، حضور آدمای غیر متخصص، غیر کارشناس،
غیر مثلا نابلد در عرصه سینما در تمام دوران، یعنی همیشه ما نگاه منتقد داشتیم نسبت به معاون سینما. نقدتون چی بود با آقای بهشتی، با آقای انوار؟ حالا اون زمان آقای بهشتی کمتر، یعنی من بعد از چون دوره‌ای که ما توی مطب سینما اومدیم دیگه آقای بهشتی اینا نبود. بله. بعدش من با ایشون گفتگو داشتم اینها، اما بیشتر نقدمون این بود که چرا حالا مثلا از همون دهه 70 اینها، حتی ما یک جنبش یکی هم درست کردیم، جنبش سینمای سوم، که سینمای ما استاندارد بشه. کیا بودین؟ حالا یادم مثلا پیام بود، کامبیز کاهه بود یه دوره، خیلی مثلا حالا تو ذهنم بعضی ها هستن، مثلا حاجی مشهدی یه دوره اومد، عرض کنم که بعضی الان اسمشون نیست ولی بعضی که چرا سینما ایران استاندارد نیست؟ سینما ما استاندارد بشه، یعنی مثل سینمای استاندارد روز دنیا استودیوش استودیو باشه، یعنی اینکه مثل فرض کنید استودیو یک دفتر واسطه‌گری نباشه، دفتر دلالی نباشه، استودیو باشه که مثلا فرض کنید دوربین، حالا اون موقع که دوربین دیجیتال نبود، مثلا دوربینی داشته باشه، مثلا به کمک دولت وابسته نباشه، نخواد مثلا نگاتیو بگیره برای دوربین تو صف وایس زنبیل بذاره، یه کرین میخواد بره تو صف مثلا فارابی وایس، یعنی استودیوش حالا مثلا اون موقع میگفتیم که مثل زمان قبل از انقلاب استودیو مثلا استودیو میساقیه برای خودش، مثلا لابراتوار داره، استودیو تدوین داره، چه میدونم لوکیشن داره، نمیدونم همه این چیزها رو داره برای خودش، یعنی این اولین شرط. بعد تهیه کننده متخصص باشه، نه مثلا کسی که چه میدونم حالا رادیو سازه یا ببخشید گوسفندچرونه یا مثلا هتل سازی میکنه، اینا داشتیم دیگه تو سینما ایران، و اینها نه، این تهیه کننده یکی تهیه کننده باشه، یعنی فقط نره دلالی کنه سرمایه جمع کنه، یعنی کسی باشه مثلا حالا نمیخوایم رویایی فکر کنیم، مثلا مثل سالزنس که مثلا میاد در کنار مینگلا وامیسه 8 اسکار میاره، در کنار موجوش وام 8 اسکار میاره، یعنی تهیه کننده باشه، یعنی استاندارد سینما از تهیه کننده متخصص شروع میشه، اینا قابل بررسیه. ما همیشه من یادم اینو در تمام گفتگوها و خدمت آقای حیدریان گفتم، خدمت دوستان دیگه گفتم که آقا شما نگاه کن اگه یک نونوایی بیاد دو روز نون سوخته به مردم بده درش تعطیل میکنن، درش میبندن، چه جوریه مثلا اینجا فیلم سازها و تهیه کننده های 30 سال به مردم فیلم سوخته دادن، هیچ کی بهشون نمیگه مثلا چرا. خیلی ساده است آقا، یه استانداردهایی وجود داره، آقا شما میخوای این کارخونه رو بزنی باید این استانداردها رو داشته باشی، مثلا ایزو 9002 باشی، مثلا چی باشی. شما حامی خصوصی بودن سینما بودی 100%، 100% اینکه سینما روند خودش روند عادیش اینه که خصوصی باشه و خب دولت نظارت بکنه برش. متاسفانه ما در عمل دیدیم برعکس اتفاق میفته در سینما ایران، یعنی همچنان که سینمای ما یکی از عجایب بعد از عجایب هفتگانه، عجایب هشتگانه است، در این دورش در این موردش هم همینطوری، یعنی هر چی که به سمت خصوصی رفت بیشتر مزمحل شد، بیشتر سقوط کرد، بیشتر تماشاگرش رو از دست داد، خیلی عجیبه. و هر چی مثلا دولتی شد برعکس شد، یعنی چیزی که باید برعکس باشه در مورد سینمای ما برعکس بود. اینا همش قابل احصائه، مثلا فرض کنین شما از سال 76 به بعد خب خیلی چیزا در سینمای ما تغییر کرد، مثلا شورای تصویر فیلمنامه، شرط عدم حضور در جشنواره فجر یا حضور محافل صنفی در شورای پروانه ساخت و جای دیگه. اما شما ببینید که از اون سال تا سال 82 سینمای ما یک افولی داره، یعنی در سال 82 پایین‌ترین رقم تماشاگر میرسه یا کمترین فروش رو پیدا میکنه، برعکس زمانی که حالا دولت وارد میشه، نه اینکه ما بگیم که نه همه چیز دولت هم درسته، نه، به هر صورت تو این سینمای بیمار. پس چرا شما میگفتین خصوصی بشه؟ استانداردش اینه، ببینید درستش اینه، یعنی اون سینمای دولتی هم نه اینکه یک سینمایی باشه که منظور نظر ما باشه، در مقابل اون خصوصی غیر استاندارد اون فیلماش بیشتر میفروخت. ولی شما میگفتین باید خصوصی استاندارد بشه، خصوصی استاندارد. شما ببینید چطور ما هنوز سینمای دهه 60 رو میگیم سینمای گلخانه‌ای، سینمای دولتی، ولی هنوز بسیار از فیلم‌های قابل دیدن رو به اون دهه ارجاع میدیم. خب این دلیلش اینه که ما یک سینمای درست و استاندارد نداشتیم. ما همه حرفمون با معاملات سینمایی این بود، یعنی اینکه آقا جان بیاد بر اساس یک اصول شما ببینید آقا این فیلم ساز، این تهیه کننده چه کارنامه‌ای داشته، اینکه خیلی ساده است، اصلا
نیازی به دو تا چهار تا کردن هم نداره. آخه آقای انوار، آقای بهشتی، اصلا مدیران دهه 60 تا اواسط دهه 70 تا سال 73 اگه اشتباه نکنم، میگن اون زمان ماهیت سینما و اساس سینما زیر خطر بود، یه عده نمیخواستن سینما باشه، ما سینما رو حفظ کردیم. چقدر با این موافقین؟ و میگن ما مجبور بودیم دولتی کنیمش، مجبور بودیم تهیه کننده از فیلتر ما بگذرن، نذاریم هر کسی بیاد تو. هست، بحثی سر این نیست. ببینید ما همیشه متاسفانه به دلیل همین دوستانی که این حرف رو میزنن، مثلا بعد میان میگن که آقا چرا فضا رو امنیتی میکنید، چرا فضا رو نمیدونم بس میدید به امنیت ملی. متاسفانه امروز هم همینه. یعنی وقتی ما میایم میگیم آقا دلیل نداره جشنواره فجر مثلا 30 تا فیلم بیاد توش نمایش پیدا کنه، یا مثلا دلیل نداره جشنواره بین‌المللی به قول خودشون جهانی فیلم فجر با این وضع افتضاح برگزار بشه، میگن نه این برمیگرده به امنیت ملی ما، ما باید حتما اینو داشته باشیم. متاسفانه اینا رو به هم گره میزنن. همین دوستانی که میگن آقا امنیتی نکنیم فضا رو، خودشون فضا رو امنیتی میکنن. حدود اینا باز اول ایجاد شد، یعنی اول که پای سینما در این سرزمین، اصلا سینما برخلاف همه هنرهای هنر وارداتی بود دیگه، برخلاف همه هنرهایی که ما داریم، تئاتر، موسیقی، خیلی چیزای دیگه، سینما وارداتی بود. خب سینما رو اگه ما در اون زمان ببینیم، به نشریات اون زمان مراجعه کنیم، می‌بینیم هشدارهایی که در مورد ورود سینما به ایران وجود داره و برخوردی که مردم با پدیده سینما در اون زمان کردن چیه. یک جمله، یک شعری داره امیری فیروزکوهی که اون موقع در مورد سینما میگه، شاعر معروفیه دیگه، یکی از بسراهاش اینه، میگه سیم ما رو برد و سینما آورد. یک همین جمله میگه که تو خود شعرش میگه چه جوری اخلاقیات رو، یعنی زمانی که مثلا جامعه ما یک جامعه خب به هر صورت سنتی دینی، حالا شما توی فیلم های سینمایی، نمایش فیلم سینما اروپایی آمریکایی میای اون صحنه های آنچنانی، داستان های آنچنانی، یا تو فیلم های خودت میای روابط به اصطلاح غیر افلاطونی دختر و پسر در یک محیط هایی که اصلا ما محیط جامعه ما اصلا هماهنگ نیست، طوفان زندگی، یا مثلا تو حاجی آقا آکتور سینما، شما یه حاجی آقایی رو نشون میدی که دخترش میخواد آکتور سینما بشه، سال کی؟ سال 1311 مثلا. یعنی شما همین الان برید یه آمار بگیرید از این کار آقای دوری کرد سال 70 به اون فیلم سینما سینما، این چند نفر واقعا تو تیپ روشنفکر ما حاضرن مثلا همسرشون، دخترشون یا خواهرشون بره آکتور سینما بشه؟ و اون زمان میاد یه همچین فیلم مطرح میکنه، یه حاجی آقایی که حاضر نیست دخترش آکتور سینما بشه، اینا میان بازیش میدن و بالاخره آخرش راضیش میکنن که مثلا دخترش بره آکتور سینما بشه. یعنی سینمای ما با ورودی و سمتگیری خلاف فرهنگ جامعه، خلاف ارزش‌های جامعه ورود کرده جامعه. حکومت شاه حمایت میکرد؟ اصلا ورود سینما یکی از اینا خدمتتون میگم، یکی از معدود کشورها، شاید دومین کشور بعد از ژاپن که سینما از درون کوچه و بازارش در نیامد، از درون دربار در اومد ایران. یعنی همیشه سینمای ما با دربار ارتباط تنگاتنگی داشته، چه از اولی که مظفرالدین شاه آورد، چه بعد از زمان رضاخان، چه زمان محمد رضا. یعنی همیشه با دربار و با اینجور جریان موج نو رو این وسط چطور تعریف می‌کنه؟ موج نو دقیقاً شما دفتر فرح در میاد. یعنی فرض کنید یک مؤسسه ای اشرف پهلوی و شوهر سومش بوشهری پور درست می‌کنن به نام شرکت گسترش صنایع سینمای فیلم ایران، FTC، و همینطور تلفیلم وابسته آقای قطبی تلویزیون پسردایی فرح و تلویزیون شاه و دفتر فرح. شما اغلب فیلم‌هایی که در اون زمان به عنوان موج نو مطرح شده از طرف اینها پول گرفتن. یعنی شما فیلم فارسی یک جوری پولشو در می آورد، ولی این فیلم‌ها رو که خب تماشاگر آنچنانی نداشت. شما می‌دیدید مثلا یک سینماست کاپری مثلا تکی فیلم رو نشون. خب مثلا الان گاو یا قیصر چه سودی واسه دربار داشت؟ ببینید یک فضای فرح داشت، یعنی فرح اصلا یک فضای، البته قیصر با گاو خیلی متفاوته. نه آره، ولی اینا تو دست فرح... موج نو جا می‌گیرن دیگه. آره ببینید فرح کلا چپ بود دیگه، یعنی وقتی که اومد ایران و خواست همسر شاه بشه، حتی یه مقدار ساواک علیش مطلب داشت که این مثلا کنفدراسیون کار میکنه. وقتی که اومد تو دربار، تو دربار به اصطلاح یک فضایی ایجاد کردن که به اصطلاح روشنفکرها جمع بشن گرد دفتر فرح. یعنی شما میبینید در اون زمان، حالا خودت که کار کردی، احمد شاملو، دولت آبادی،
عرض کنم که اغلب این به اصطلاح آدمایی که حالا روشن فکر خودشون گذاشته بودن کار میکردن با دفتر فرح، با دفتر اشرف، به اصطلاح نراقی، احسان نراقی. شما همین کتاب اسنادش که در اومده بخونید ببینید چه جوری با تاسیس مؤسسات این آدما رو جمع میکرد. بهش گفته بودن جمع کنین این آدما رو، پول میگرفتن، سکه میگرفتن، بورس میگرفتن و اینها یک جوری جمع شده بودن. جشنواره کانون پرورش فکری کودکان و جوانان. ببینید آره، ببین من این شکلی میخوام بحث ورود کنم. ببینید اگه این تحلیل به نظر پاشناشیلش اونجاست که اگه ما مثلا بخوایم 50 سال بعد سینمای امروز ایران رو تحلیل کنیم، همه کسانی که امروز اپوزیسیون هستن هم میشه اپوزیسیون تحلیل کرد. بگیم آقا مهرجویی که با سیما فیلم اینا کار کرد، اصغر فرهادی که فیلمش رو رضوی داد که فلان بود، آقای همه آدم یا مسعود کیمیایی که مدیر تلویزیون بود. خب میدونین طبیعتاً داروش مهرجویی که با سیما فیلم کار کرد که نمیتونیم بگیم مثلا آدم مثلا مزدوری. ببینید یه اینجا یه فرقی هست. این همون شعر است که میگه دانه فلفل سیاه خال محرویان سیاه، هر دو جانسوزن اما این کجا و آن کجا. ببینید اون زمان بر اساس برنامه ای اینها جمع شدن. یک برنامه بود که نه مثلا فرح این کارو بکنه، یک برنامه بود که نه تنها توی ایران، یعنی شما اگر اسناد سازمان CIA رو مطالعه بکنید، کتاب خانم ساندرز هم هست، جنگ سرد فرهنگی، یا مجموعه مقالاتی که نیویورک تایمز تو سال به نظرم دهه 90 چاپ کرد، روشن میکنه که چجوری سازمان CIA از روشنفکرها استفاده میکنه در حدود 15 سال از 1950 که کنگره آزادی فرهنگی رو درست میکنه تا 1965. اینها با مجلات مختلف، آدمای مختلف کنگره برگزار میکنه تا به اصطلاح اون تقابلش رو با اون سیستم اون زمان مثلا کمونیستی اون زمان به دست بیاره. و خیلی جالبه این مطالب اینا رو که بخونیم، مثلا کسایی مثل سیدنی هوک، جورج اورول، نمیدونم ارنست همینگوی، جان اشتاینبک، یعنی همه این آدما رو جمع میکنه که حتی اون زمان میگفتن که اگر دیگه کاربرد کلمه روشنفکر خیلی جوک بوده اون زمان، یعنی همه میگفتن که هر کس میگه این سازمان مستقل روشنفکریه یه جوری از CIA داره پول میگیره. اینا خیلی گسترده شده، یک سابقه اینطوری وجود داشته در کی مثلا سالهای 1950 شما بگیرید تا بعدش که اینها نشریات خیلی روشنفکری مثل کوادرانت اینا که خیلی هم به نظر چپ میومد، اینا نشریاتی بود که دیگه امروزه همه شما اونهای اون افرادی که کانون پرورش فکری هم کار میکردن. آره دیگه ببینید، یعنی اینا طبق یک برنامه اتفاق افتاد. یعنی شما نیا کنید جریان موج نو از کجا در اومد؟ از شخصی مثل ابراهیم گلستان، از شخصی مثل فرهاد غفاری. ابراهیم گلستان از کجا اومده بود؟ ابراهیم گلستان کسیه که در دهه اوایل دهه 50 به عنوان جاسوس انگلیس از ایران اخراج میشه. یعنی اینقدر این با محافل انگلیسی نزدیک بوده، یعنی کسیه که بر اساس اون چیزی که خودش تو مصاحبهاش گفته با سرمایه کنسرسیوم نفت انگلیسی، با سرمایه امثال رویال داچ شل که میان تمام اون نهضت ملی شدن سر نفت داغون میکنن و له میکنن، اینا با سرمایه اینها استودیوشو میزنه، فیلم بردار اونها بوده، با کودتاچیای 28 مرداد همکاری کرده، یعنی اینکه کسیه که با تیمور بختیار، فیلم بردار تیمور بختیار بوده، کسی که وقتی سر دنیس رایت به عنوان اولین سفیر انگلیس میاد توی ایران، کسی که هنوز میگه من به خاطر دارم گلستان رو، یعنی بعد رفیق گرمابه هویدا، یعنی میگه تو کتاب عباس میلانی میگه کاملا این ارتباطاتش با هویدا با دربار، یعنی شاه یه جایی میگه که چرا میخواید فیلم مثلا جشن 2500 ساله رو بدید یکی دیگه بسازه، گلستان بسازه، گلستان کجاست؟ یعنی اینها بودن. یا فرهاد غفاری که اصلا ارتباط خیلی نزدیکی با دربار داشت، از وابستگان فرح بود. اینا میان موج نو رو به قول خودشون، به قول خودشون موج نو که حالا برگرفته از موج نو سینمای فرانسه بود که اون زمان دیگه تموم شده بود کارش، اینا بنیان میذارن و سعی میکنن یک جایی اینا رو تجمیع کنن. حالا کانون پرورش فکری کودکان چیه؟ لیلی امیر ارجمند، یار غار فرح دیبا، فیروز شیروانلو که از اون کسایی بوده گفتن تو اون جریان ترور شاه بود و بعد امیر ارجمند اووردش اونجا و کردش مسئول سینمایی. آخه ببینید ما خروجی رو ببینیم الان. خروجی رو ببینیم. خروجی مثلا قیصر چه میتونه کنه به نفع قیصر؟ چیزی که میگین یک فیلم رو شما نگیرید.
نه خب مثلا کارهای مهدی، کارهای کیمیایی، ببینید من چیزی که درک میکنم به هیچ عنوان خروجی همسو با چیزهایی که دربار میخواست نبود. ببینید یا آقای ابتهاج میره تلویزیون، هوشنگ ابتهاج، من هیچ جوری تو کتم نمیره به شخصی که ابتهاج آدم دربار باشه، محال ممکنه چنین چیزی. رژیم شاه چه کاری میخواست؟ اصلا سینما اومد توی ایران چی کار کرد؟ حتی ابراهیم گلستان که خیلی از این اطلاعاتی که دادین خودش هم میگه از خودش من میگم، خودش هم میگه با شاه حرف میزدم، اما خودش آدم اون جریان نمیده. خروجی گلستان میگه خروجی من واسه دربار چی بود که بگن آفرین خب این به نفع ماست. کتابایی که گلستان در آورد، یادداشتایی که نوشت، انتقاد خیلی جاش به دربار. حتی احسان نراقی من به نظرم نمیتونم بگیم این آدمای دربار بودن. آقای احسان نراقی از خط میداده. خب یه جاهای خودش میگه من یک هر هفته با خود محمد رضا پهلوی در ارتباط بودم. و من میخوام اینطوری به شما بگم، ببینید آقای ابتهاج که دیگه کسی که من یه سوال میکنم ازم، خروجی باید چی باشه؟ یعنی شعری که آقای ابتهاج میده میگه ای جلاد ننگت باد، این خروجیه. خروجی ببینید، این آقای ابتهاج سینما... اگرم پیش محمد رضا پهلوی بره وقتی میگه ای جلاد ننگت باد، این خروجیه که ضد اون جریان درباره، ضد جریان حکومت پهلویه. با همین یه بیت من ابتهاج من توی چیزش نیستم، اما سینما رو دارم چون صحبت میکنم. یا آقای مهرجی، آقای سینما ایران اومده بود چه کنه؟ یعنی سینما اومد توی ایران، عرض کردم کیا آوردن سینما رو؟ ببینید یک کسی، یکی از بالهای سینما ایران عبدالحسین سپنتاست دیگه. عبدالحسین سپنتا اولین فیلمش چیه؟ اولین فیلمش دختر لور. بله. دختر لور شما به نظرتون خروجی خوبیه برای رژیم شاه یا نیست؟ نه من از اون فرد دفاع نمی کنم، من از موج نو دارم میگم. شروع میکنم طبیعتا دیگه. من با جریان فیلم فارسی یا موجه... جریانی که ابتدا شکل میگیره کاری ندارم. اصلا سپندا که فیلم فارسی نبود که. نه قبلش فیلم فارسی این... بود. اصلا این موضوع فیلم فارسی روشنفکری که اصلا یک چیز باز مثل همین اصولگرایی این هاست، یعنی به نظر من یک چیز بی پایه است. چون شما این فیلم شما ببینید همون کسایی که تا دو روز قبلش فیلم فارسی تهیه میکردن یا میساختن الان به قول خودشون موج نو شدن، بعد میچرخن این بر بر. اصلا اینا یه چیزای الکیه، یعنی اصلا روش نمیشه صحبت کرد. عبدالحسین سپنتا یه آدم روشن فکر بود، نویسنده بود، شاعر بود، کجاش فیلم فارسی بوده؟ منتها جریانی که ایجاد میکنه، یا مثلا حتی فیلم امثال دکتر کوشان یا امثال پرویز خطیبی، اینا همه آدم روشن فکر بودن. اصلا فیلمنامه های احمد شاملو آدم روشن فکر نبوده، چه جوری برای فیلم فارسی بله. فیلمنامه مینویسه؟ اصلا اینا غیر قابل تفکیکه. ببین سینما ایران وقتی که میاد، عرض کردم مجموع این چیزا، حالا من میتونم الان... کاملا براتون توضیح بدم. ببین موج نو که یک دفعه قاش نیست که از زیر چه میدونم، حالا موج نو که اسمش میدونم، اسمش موج نو نمیذارم، از زیر آب، از زیر خاک بیاد بیرون. پس زمینه داره. ما متاسفانه به دلیلی که پس زمینه های اینها رو هیچ وقت بررسی نمیکنیم، یعنی اینجوری به ما القا میکنن، میگن آقا شما میخوای اینجا رو تحلیل کنی، فقط و فقط همینجا دیگه نرو، از این در بیرون، از این در دیگه نرو، همینجا رو تحلیل کن. مگه میشه شما این صحنه رو بخوای تحلیل کنی، کاری به بیرون، به پس زمینه خودت، به پس زمینه من، به این دوستانی که اینجا اصلا نداشته باشی؟ نمیشه که، تحلیل ابتر میشه. ما متاسفانه اینجوری برای ما کادر بندی میکنن، میگن شما میخوای یک چیزی رو تحلیل کنی، پدیدا همون بله ببینید بیرون نرو. سینما رو اونایی که آوردن اوکی، اما من از نظرم شخصا یکی مثل مسعود کیمیایی تو خیابون اومد، از بین مردم اومد، قیصر، گوزنها، سفر سنگ، این آدم معترض به اون شرایط، ببینید این آدم در مقابل سیستم ایستاده. ببینید همون گوزنها و سفر سنگ بحث داره، حالا شما میخواید برید دونه دونه، من میخوام نه من میخوام بگم اینطور این شکلی نباشه که بگیم چون سینما اومد پس هر کی توش بود یه سرش وصله به مثلا به یه جریان محفوظ. تحلیل داره اینها، ببینید همینطوری که نیست که. متاسفانه عرضم چی بود تو اون سری قبل گفتم عدم اطلاع ما باعث میشه این موزه گیری ها رو بگیریم. من یادم شهید آوینی توی سال 70، توی بهمن سال 70 دو دانشکده سینما و تئاتر تو جریان جشنواره دهم بود، وقتی اومد صحبت کرد راجع به سینمای ایران و تو اون جلسه اون خیلی اون اعتراضایی که دوستان میکردن واقعا از ته دل بود، ولی نمیدونستن، یعنی از ته ناآگاهی حرفا رو میزدن. یعنی اگر ما بدونیم مثلا ارتباط مثلا فیلم گوزنها توسط کی ساخته شد، تهیه کنندش کی بود؟ بفرمایید. مهدی میساقیه چجوری برنامه‌ای که با ساواک داشت و اون
آدمایی که جمع کرد تو اون صحنه آخر، من کاری به هیچ چیز فیلم ندارم، اصلا به طور کلی به فیلم کار ندارم، دارم امکاناتی که گرفته میشه. اما وقتی که میخوام یک فیلم رو تحلیل بکنیم، یا سفر سنگ کل پولش 200,000 تومان یا چقدر مهرداد پهلوی پولش رو دادی، چیزی که خودشون گفتن. بله خود آقای منفردزاده گفته، ولی من باید میگم خروجی اینها رو باید در کل بررسی کرد. یعنی یک مجموعه است، یک پازله. ببینید شما نمیتونی شما بیاد شعر دهه 40 و 50 ایران شعر ضد حکومته. اجازه بدید سینمای به نظر من اونام ضد حکومته. اینا همه تعریف داره. این که من میام میگم ضد حکومت، همینطوری میتونم بیام بگم مثل همین چیزی که امروز میگن که آقا سینمای ضد آمریکایی در هالیوود، اصلا هم چیزی وجود نداره. مگه میشه یه آدمی بیاد دست خودش رو ببره؟ یعنی تمام فیلم هایی که اینا میان بحث میکنن که آقا این فیلم ضد آمریکاییه، من حاضرم بشینم که بگم این فیلم ضد آمریکایی نیست. خروجیش، همین خروجی که شما میفرمایید. ببینید الان من تو وسط حرف شما چیزی که به ذهنم رسید، فارابی آشغالای دوست داشتنی ساخت، با بودجه شهرداری گزارش یک جشن ساخته شد، مبارزه با مواد مخدر پول سنتوری رو داد، فیلم یک خانواده محترم از تو دل سیستم رسمی سیاسی ایران در اومد. حالا ما میرسیم اینجا به یک فضای دیگه. آیا کسی 50 سال بعد میتونه بگه یه خانواده محترم هم خودشون ساختن؟ حالا ما میرسیم به فضای دیگه. چرا اونم میتونم بگم. ببینید یه موقع ما میایم اینطوری خال زنکی صحبت میکنیم، مثلا اینا خودشون بود، اینم کار خودش بود، یک موقعی تحلیل میکنید. یعنی شما میاد فیلم مثلا فرض کن چشمه رو تحلیل میکنید، میگه این فیلم چشمه چه خروجی برای جامعه ایرانی داره، چه تأثیر روی مخاطب ایرانی میذاره، یا مثلا فیلم نفرین چه تأثیری میذاره. تحلیله. اصلا کاری هم نداشته باشه که فیلم نفرین رو کی ساخته. مثلا فرض کنید سینما تئاتر رکس برادران رشیدیان بوده، برادران رشیدیان کی، اصلا کار نداره. خود فیلم نفرین خروجیش چیه؟ یا مثلا فرض کنید فیلم هالو، آقای هالو خروجیش چیه؟ با اینکه یه ور مثلا جهان سومی هم به قول خودش داره. یعنی ما بر این اساس تحلیل میکنیم، نه اینکه حالا بیان بگیم آره. حالا تو فضای بعد از انقلاب کار برعکس میشه، نام دلیل داره. یعنی اگر ما اون فضای قبل از انقلاب رو تحلیل کنیم درست، با دقت و با جز جز بیان تحلیل کنیم که اون فضا چه جوری اومد رسید بعد از انقلاب. یعنی شما میگین تو سینمای آمریکا فیلم سازا زیر سیطره سیستم رسمی ان، تو زمان شاه زیر سیطره سیستم رسمی بودن، ولی بعد از انقلاب اینطور نبود. بعد از انقلاب ظاهرا زیر سیطره سلطه رسمی هستند، ولی این سلطه رسمی چون ببخشید فهم نداره، یعنی هنوز فکر میکنه که یعنی اینقدر این القاعات زیاده، فکر میکنه که چون پرچم جمهوری اسلامی برده بالا این دیگه شد سینمای اسلامی. نمیفهمه که این همون داستانه، همون کتاب هاست، همون معلم هاست، همون سیستم بهش منتقل شده و شما داری همون ظرف و همون کاسه رو داری ارائه میکنی. حالا چه تو مثلا بهشتی باش چه پهلوی باش فرق نمیکنه، تو باید این کاسه رو عوض کنی. به قول شهید آوینی، باید این فقط کافی نیست که تو مظروف عوض کنی، این ظرف رو باید عوض کنی. این ظرف همون ظرفیه که پهل دست پهلوی و دست فرمانارا و دست آدمای دیگه بوده، دست اشرف اینا رسیده به آقای بهشتی و بعد حیدریان و بعد مثلا شمقدر اینا، همون رو دارن میدن. تو فکر میکنن که خودشون دارن فکر میکنن روی این. این دلیل چیه؟ دلیل عدم تحلیل درست از عقبه سینما، از ریشه های سینما ایران. اون که تو سینمای آمریکا این تحلیل درست رو داره، یعنی ظرف رو بر اساس مظروفش طراحی میکنه. دوره آقای خاتمی به پایان میرسه، محمود احمدی نژاد میشه رئیس جمهور، آقای صفار عرندی و جعفری جلوم فرهنگ و سینما رو به دست میگیرن، مدیریتش رو. تحلیل شما در مورد مدیریت آقای صفار، اساسا نگاه فرهنگی دولت آقای احمدی نژاد و آقای جعفری جلوه چیه؟ خب دولت آقای احمدی نژاد دوره اولش بود، دوره دوم خیلی فرق می‌کنه. بله بله. دوره اولش الان دوره اول آقای صفار خب آدم آگاهیه در زمینه سیاسی و تا اندازه فرهنگی. آقای جعفری جلوه هم به هر صورت آدم ملایمیه. برنامه‌هایی داشت آقای جعفری جلوه راجع به سینمای ملی و اینها. ولی باز همون سندرومی که مدیران قبلی ما رو گرفتار کرده و اینها رو هم گرفتار کرد دیگه متاسفانه. یعنی شما مثل این که یک مریضی رو تشخیص ندی بیماریشو، یه مریضی سرطان داره، خب این سرطان جای مختلفش میزنه بیرون دیگه. مثلا بعضی سرطان های فکی که دندونا میریزه، بعضی که نمیفهمه این دندونا رو هی میکشن، یا مثلا استخون درد میگیره، میرم مثلا هی بهش واسه استخون درد میدم، پاش فلان میشه.
این بیماریه رو تشخیص ندادن همچنان و اومدن یعنی سرطانه رو تشخیص ندادن. خب یعنی اگه بیماریه رو تشخیص میداد باید چه میکردن؟ ببینید یعنی باید در سینما رو تخته میکردن یا سینماگرها رو مثلا کنار میذاشتن؟ سینما خودش نمیتونه، البته آقای جعفری جلب سعی کرد یه همچین کارهایی بکنه، ولی به هر صورت سعی میکردن یک سمت و سوی به یک سری گفتمانهای غالب در سینما ایران بدن، حداقل حداقل کاری که میتونن بکنن، چون ما نمیخوایم معجزه که ازشون بر نمیاد. عرض کردم اینها فضای نشر و فضای دانشگاه و رسانه و هم ارتباط داره و به هر صورت از یک جایی شروع کنن، حالا که ما نمیتونیم سینما رو تعطیل کنیم از یک جایی شروع بشه. این چیزی که امروزه مثلا شما میبینید در زمینه مثلا برخی از این حرکت‌ها شده به هر صورت تو حالا امسال جشنواره عمار اینا میشد در سطح حرفه‌ای‌تری انجام بشه، تو خود جشنواره فجر میشد انجام بشه، اما بر اساس اینا یک جوری حرف زدن ولی کنار اومدن با شرایط. من یادم هست این اهالی اسکار اومده بودن ایران در همون زمان اومدن، ما انتقاد کردیم گفتیم که چه مناسبتی داره مثلا ما چه از اونو اصلا توی خط دیگه، ما توی خط دیگه اصلا ما چه کمکی میتونیم بکنیم؟ بعد آقای صفار خیلی دفاع کرد از این ماجرا که نه مثلا با اطلاع ما بود و خیلی خوب بود و اون چیزا. و در اون دوران ما به هر صورت غیر از یک سری حرف ها یک سری طرح ها ما کار خاصی در زمینه سینما اتفاق نمیفته، غیر از یک سری جرقه ها یک سری فعالیت ها، غیر از اینکه آدم هاش به هر صورت اعتراف داشتن که باید یک کاری کرد. دور دوم آقای احمدی نژاد، اون دیگه آقای حسینی، آقای شمقدری، آقای سجادپور داشتم ما کاری میکنیم، کاری میکنیم راجع به به اصطلاح انجمنهای فرهنگی قبل از انقلاب، داشتم راجع به فعالیت انجمن فرهنگی ایران و آمریکا میخوندم که اینا یک برنامه تئاتر داشتن، اولین برنامه تئاتری که دارن تئاتر هدوگابلر که آقای آربی اومانسیان هم به اصطلاح کارگردانی میکنه، هدوگابلر که خب خیلی تئاتر به اصطلاح مبتذل و همجنسگرایانه است و این دوران آقای حسینی نمایش داده شده بود و ایشون دفاع کرده است اگرچه بد برداشته شد. متاسفانه دوران آقای شمقدری ما با یک فضایی روبرو بودیم که اگرچه دوستان خودشون دوستان اهل درد بودن، ولی وقتی پشت میز قرار گرفتن خیلی از اون اصلاح طلب ها و اصطلاح و از اون هایی که لایک بودن اینا فراتر رفتن، یعنی و لجبازی کردن تو این زمینه، یعنی توصیه های دلسوزان رو نمیپذیرفتن و لجبازی میکردن انگار مثلا فقط خودشون و خودشون الهام شده بهشون برای یک کاری بکنن. و در اون دوران متاسفانه خیلی اتفاقات ناجوری برای سینمای ما افتاد که شاید تا خیلی وقتها جبران ناپذیر باشه. چه اتفاقای ناجوری با مستاق اگه بخوایم بگیم؟ ما ببینید برای اولین بار اینا همون سندروم جذبی که وجود داره، متاسفانه این سندروم جذب امروز به خیلی از دوستان کشیده شده و همه قبل از اینکه خودشون چندان جذب شده باشن میخوان جذب کنن و این باعث میشه که خطر دیگه، یعنی اون همون وزیر فراری آقای مهاجرانی هم اینو میگفت دیگه، ما باید معاند رو به مخالف، مخالف رو به موافق تبدیل کنیم دیگه، خودش رفت معاند مخالف شد و این دوستان به بهانه جذب همه اصول رو زیر پا میذارن، اشکال نداره. حضرت آقا هم گفتن جذب حد اکثری با رعایت اصول، نه اینکه شما همه اصول رو زیر پا بذاری. همین اخیراً تو سخنرانیشون اون قضیه کلیسا رو گفتن که در کنارش کلاس به اصطلاح مجلس رقص گذاشته بود که جوونا رو جذب کنه که بیان برقصن بعد مثلا بیان تو کلیسا، اون که اون مجلس رقص بوده. و متاسفانه این قضیه جذب تو دوران آقای شمقدری خیلی زیاد بود، به بهانه جذب تقریبا همه ارزش‌ها رو اینا زیر پا گذاشتن. در دوران ایشون بود که فیلم‌هایی که در مورد خیانت و بحران و مهاجرت و انواع و اقسام سیاه‌نمایی‌ها از ایران بود سر به فلک گذاشتن. یعنی تو یک جشنواره مثلا سال 90 یا 91 70-80 درصد فیلم‌ها اینجوری بود. در دوران ایشون بود که عرض کنم که پول هنگفتی بابت یک فیلم نامعلوم از یه مبتذلساز غربی به اسم اسینیک نژاد پول بالاش رفت و هنوزم سرنوشتش نامعلومه، یه پورنوساز. و در دوران ایشون مثلا اتفاقات عجیب غریبی افتاد، مثلا یک جا میمد آیه استرجا میخون برای آقای فرهادی، یک جا میرفت لابی میکرد که مثلا به قول خودش فیلم اسکار بگیره.
معلوم نبود چیه ماجرا، یعنی یک شتر گاف پلنگی بود که بسیار لطمه زد به سینمای ما و ناامید کرد خیلی ها رو. و امروزه ما در مقابل سینمای لنگی که امروز هم وجود داره ما دهنمون بسته است، چون هر چی می‌خوایم بگیم اون زمان بدتر بوده. آقای در مورد بسته شدن خانه سینما شما موقع چه نظری داشتین؟ ببینید خانه سینما بنده تحلیل مفصل کردم راجع قضیه صنف، یعنی خانه سینما هیچ وقت در طول دورانش نتونست به عنوان یک صنف فعالیت کنه از اهالیش دفاع کنه. یک موجود خونسا و بی‌خاصیتی که فقط روزهای جشن مثلا چهار نفر اونجا چیز میخورن و حالت چیز معرفی میکنن، یعنی هنوز غیر از اون یه قطعه ای که مثلا تو بیزهرا میدن به هنرمنده اونم به همه نمیدن، یه بیمه ای که تو همین چند وقت پیش رو هوا بود. شما خودتون خانه سینما بودید دیگه؟ الان هم هستم، الان هم هستم. یه بیمه ای که این بنده خدا ها کشیده میشدن تا اون شعبه شمرون تا مثلا بر سه ماه تجدید کنن، حالا یه مقدار باز رو دو افتاده، کاری نکرده بود. آقای شمقدری اومد در واقع خانه سینما رو زنده کرد، هویت داد و چیزی که هیچ خاصیتی نداره الان باز داره همون شده. یعنی شما نگاه کنید مثلا کسی که مثلا کاری باش نداشته باشن دیگه هیچ چیزی نیست، الان هم همون. ولی اون دوره شمقدری خانه سینما بولد شده بود، تو چش بود دیگه. بعد اومد با حضور عده‌ای که خودشون کارنامه سیاهی داشتن، یعنی خودشون از اهالی هم خانه سینما بودن، حالا دور دورشون نبود، آدمایی که راندخار بودن تو این سینما ایران بسیار، به قول معروف حالا یکی میگه اگر مثلا اون آل امیه بودن این آل مروان بودن، با کمک اینا اومد به اصطلاح شورای عالی سینما تشکیل داد، نمیدونم خانه سینما ایرانی ها، خانه سینمای دو، اتحادیه تهیه کنندگان رو میگه؟ نه اونایی که دور ورش بودن بودن، جامعه صنفی دو رو درست کردن، نه اتحادیه تهیه کننده، جامعه صنفی کنندگان درست کردن، همه خودشون خانه سینمایی بودن، همه برده بودن خورده بودن و از بدترین راندخارها بودن و اینها چیزایی بود که، یعنی شما مخالف بسته شدن خانه سینما بودین؟ اصلا خودش بسته بود، یعنی شما یک چیزی که نیست رو بخواید بیاد بگید هست، بابا اصلا فعالیتی اونجا نمیشد آخه. یعنی ما که بودیم شما هر میرفتید اونجا سر بزنین، سال تا سال میگم فقط موقعی همین جشن خانه سینما بود، یه موقعی بود که اون موقع مثلا فکر کنید یه کوپونی میدادن، یه بونی میدادن مثلا کتابی که دیگه الان خیلی وقتم بود دیگه، بون و کوپون هم در میان نبود، اتفاق نمی افتاد اونجا. مثل اینکه شما بیاد یه لگد بزنید مثلا به یه مرده، خب چی آخه یه همچین کاری؟ خب آقای مستقاسی ما آخر هر برنامه چند تا اسم میگیم، خیلی دوست داریم تو یک جمله اولین واکنشتون یا یه کلمه حتی نظرتون راجع به این اسامی بگیم. من اهل این اسامی نیستم. آره اما حالا چون این روال برنامه است کلن میخوام اسامی رو بگیم دونه دونه. حالا شما چه حسی نسبت به این افراد دارین، چه نظری دارین؟ کوتاه. مسعود فراستی منتقد نیست. جعفر پناهی فیلمساز نیست. عباس کیارستمی اونم فیلمساز نبود. مسعود کیمیایی بعضی فیلماشو میشه نگاه کرد. کامبیز کاهه آدم خوبی بود، آدم خوبی هست. محسن مخملباف نماد افراط. اصغر فرهادی میخواست یک کاری بکنه ولی جذب سیستم حاکم بر جهان شد. مهران مدیری بعضی تلاشش بد نبوده، کمدیاش قابل دیدنه. ابراهیم حاتمی کیا شاید یکی از معدود آدمای باشه که آدم بتونه بگه بعد از انقلاب فیلم‌های انقلابی ساخت. تیتری که شما در انتقاد از یکی از فیلم‌ها زدین، خوشگل ماچ کردنی، نزدن اون چیزی رو فیلم زمحریر واقعا؟ خوشگل ماچ کردنی نه، دیالوگی که از فیلم بازیگران داخل فیلم مثلا راجع به زمحریر نقد ننوشتم، جای مختلف گفتم راجبش ولی نقد ننوشتم راجبش. آخری آقای محمود احمدی نژاد آدم پرتلاشی بود،
در دوره اولش به نظر من خوب کار کرد، ولی نیمه دوم که با نیمه دوم نیمه مربیان باشه نه. خیلی ممنون آقای مستقاس، لطف کردین تشریف آوردین. ممنون، یا علی.